پول نان ما. این پول نان ماست که در ویرانهای دمشق در کنار آرزوهای گزاف یک قمارباز دفن می شود. بله، اون قمارباز سید علی خامنه ایه. زنی در خیابان به یک قرص نان خود را می فروشد. آن سو ترک مردی گردنانی را از دست آبری می رواید. چرا ترک مرد؟ ما گرسنه در کوچه های غربت این شهر پرسی می زنیم و می دانیم که دست های کثیفی نان ما را از سفره های من ربوده است. اون دست کثیف ولایت فقیه، دست کثیف مدعیان تشیعه، همون چیزی که باستان پرستی ایران را، زرتشتگری ایران را لباس امام پرستی داد. این پول نان ماست که در هزار توی دالان های پنهان کیک زرد می شود برای تزیین بساط بیداد. پول نان ما موشک هایی است که به اسرائیل می رسد زودتر از آن که آب نان به ورزخان و اهر برسد. نگاه کن این پوکه های گلوله، این لاش های تانک، پول نان ماست که در خیابان های همس ریخته است. این پول نان ماست که در ویران های دمشق در کنار آرزوهای گزاف یک قمارباز دفن می شود. این قمارباز یک پلیدی است به نام علی خامنه ای که لعنت الله علیه و علی آله و علی اتباعه و علی تلامیذه و علی اطلاعاته و علی بسیجه. این پول نان ماست که در کوچه های حلب پیش چشم جنازه ها برای یک بازنده هزینه می شود. بازنده ای که قبل از بازی باخته بود. بله، نوبت بازی خودشو می رسه. مولانا عبدالعزیز این حکیم دوراندیش به همین خامنه ای بیعقل می گفت که در اول انقلاب که مواظب باشی، سکنتو فی مساکن الذین ظلم، خداوند شما را در جای کسانی که بر خود ظلم کرده اند نشان دهد تا ببیند که چیکار میکنید. لیکن قدرت مستشان کرده، اهل قدرت که نصیحت میشنوند.